سر رازیم، ما اپلای کنیم، ما اپلای نکنیم، ما مهاجرت کنیم، ما مهاجرت نکنیم، ما بیایم ایرلند، ما نیاییم ایرلند، ما بریم کانادا، ما بریم آمریکا، ما کجا بریم؟ اصلا بیاین یکم صحبت کنیم ببینیم که اصلا باید مهاجرت کنیم یا نکنیم. اگه قرار مهاجرت کنیم، خوبیاش چیه، بدیاش چیه؟ چیا رو از قبل باید بدونیم؟ برای چی باید آماده باشیم؟ به چیا فکر کنیم، به چیا فکر نکنیم؟ امروز قراره که با هم دیگه راجع به این که اپلای کنیم، مهاجرت کنیم یا مهاجرت نکنیم صحبت کنیم. سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه صحبت کنیم راجع به این که خوبیا و بدیای مهاجرت چیه. من اول از همه یه چیز بگم که من خیلی خودم بهش معتقدم، اینه که یک، مهاجرت برای همه قطعا نیست. یعنی اصلا نه اینه که من چون مهاجرت کردم میگم بیاین، نه چون مهاجرت کردم میگم نیاین. مهاجرت به نظر من که این دو میشه، فرد به فرد متفاوته و به هیچ وجه نمیشه برای یک نفر دیگه یه نسخه از پیش آماده شده بپیچیم. چرا نمیشه؟ چون به نظر من خیلی متفاوته نسبت به شخصیت آدم ها، نسبت به اهداف آدم ها، نسبت به خواسته های آدم ها، نسبت به اولویت های آدم ها، نسبت به اینکه شرایط فعلیشون چطوریه و شرایطی که قراره توش برن و مهاجرت کنن چجوریه، نسبت به کشوری که قراره مهاجرت کنن و فرهنگی که قراره مهاجرت کنن، و نسبت به اینکه اصلا چی میخوان از زندگی، دوست دارن چه مسیری رو طی کنن. اینا همش گزینه‌هاییه که 100% تو جواب این سوال دخیله و 100% تو راهی که میخواین طی کنین موثره. ولی یه سری چیزا هست که به نظر من خوبه که از قبل یک کمی خودمون رو براش آماده کنیم. اصلا برای چی خودمون رو آماده کنیم، برای چی خودمون رو آماده نکنیم؟ یه چیزی که من خیلی بهش معتقدم اینه که اصلا نمیشه برای بعد از مهاجرت خیلی خودتو برای همه چی آماده کرد. برای چی ها میتونیم خودمون رو آماده کنیم؟ اول از همه زبان. ما باید بدونیم که کجا میخواییم بریم و زبان اون کشور چیه. چرا؟ چون اگه نتونیم ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم زنده بمونیم تو جامعه بعدی. ما نمیتونیم نیازامون رو رفع کنیم و نیاز اول، نیاز ابتدایی همه آدم ها همین صحبت کردنه، همین ارتباط برقرار کردنه. همینه که شما اگه میرید فروشگاه بدونید که قراره چی بخرید، چی میخرید، چند میخرید، چجوری میخرید، اصلا نیازتون رو با آدم های دیگه چجوری میخواید مطرح کنید، چجوری کارداریتون رو میندازید، چجوری سر کار توی دانشگاه ارتباط برقرار میکنید، چطوری اگه بچه داشته باشید میخواید نیازهای اونو برطرف کنید. خب پس اول از همه به نظر من یک اینه که بدونید کجا میخواید برید، دو زبان اون کشور چیه، و سوم به نظر من اینه که بدونید که سختیایی که قراره که توی اون مسیر بکشید چه چیزهایی هستن. منظورم از این چیه؟ منظورم از اینه که بدونید که قراره که چه کشوری برید، چه کشورهایی احتمالاً قراره برید و با چه الگوی آب و هوایی قراره تو چه شرایط جدید قرار بگیرید و اون شرایط جدید چه تأثیر روی زندگی شما داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما دندون پزشکین، اگر شما پزشکین، اگر شما معمارین، آیا میتونید تو جامعه جدید کار کنید؟ چون اینا رو گفتم، مثلا اگر وکیلید باید حتما چک کنید، به خاطر اینکه اینا قوانینشون کشور به کشور میتونه متفاوت باشه. واقعا آره، ممکنه که اگر که شما توی صنعت آیتی کار میکنید خیلی راحت تر بتونید تو جامعه جدید ادغام بشید، بیشتر ارتباط برقرار کنید، فرصت های شغلی براتون احتمالاً اگر که تو جوامعی برید که در حال رشد هستن بیشترن و جوامعی که حالا به صنعت آیتی دارن بیشتر بها میدن. ولی بازم این خیلی بستگی داره نسبت به همون فرد به فرده، میتونه نسبت به رزومه ای که قبلا هزاران بار صحبت کردیم در موردش که چیا باید انجام بدیم توی این مسیر، رزوممون رو چجوری درست کنیم، چطوری اپلای کنیم، میتونه متفاوت باشه. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین حتما برگردین که حداقل یکی از مواردی که قراره توی این مسیر بهش بر بخورید مثل رزومه درست کردن
آماده باشید برش. چطور برای آماده کردن یه رزومه خوب آماده بشیم، چطور برای مصاحبه آماده بشیم و چطور پروفایل لینکدینمون رو درست کنیم. راجع به اینا قبلا صحبت کردیم، ولی اینا هم تو همین مسیره. حتی اگه بخوای تحصیلی بری، نکته مهم بعدی چیه؟ اینه که بدونید که هدفتون از مهاجرت چیه. هدفتون از مهاجرت به دست آوردن شرایط اقتصادی بهتره، به دست آوردن شرایط اجتماعی بهتره، به دست آوردن یه شرایط تحصیلی بهتره، یه دانشگاه بهتر، یه فرصت بیشتر، یه فرصت جدیدتر، کشف زندگی، سفر کردن. هدفتون چیه؟ چی میخواید از زندگی؟ برای چی دارید مهاجرت میکنید؟ و به نظر من یه چیز خیلی خوب بدون، اینو یکی از دوستانم شبی که ما تو فرودگاه بودیم، من یادم به مادرم گفت و مادرم خیلی نگران بود راجع به زندگی ما، راجع به همه اتفاقاتی که ما پیش رو خواهیم داشت، و یادم به مادرم گفت که سارا تونست اینجا زندگیشو بسازه، علی تونست اینجا زندگیشو بسازه، و این دوتا با همدیگه هم تونستن اینجا زندگیشونو بسازن. هر جای دیگه هم برن باز میتونن زندگیشونو بسازن. منظور از این ساختنه چیه؟ اصلا منظور داشتن یه شرایط اقتصادی خیلی هاینی بالا نیست. منظور از اینه که شما بتونید مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید، یه مسیری رو شروع کنید، اهدافتون رو تعیین کنید، توی مسیر حرکت کنید، بسازید، بسازید، بسازید. من یه باوری که دارم اینه که شما باید به جای پولدار خیلی مواقع پولساز باشید. من حتی تو انتخاب علی هم به عنوان همسر اینو در نظر گرفتم، چون به نظرم اگر که شما فردا بیدار شید و صبح بیدار شید و ببینید خونتون آتیش گرفته، مهمه که بدونید که اوکی، خودتون آتیش نگرفتین، ذهنتون آتیش نگرفته و باز میتونید همه اون چیزها رو از اول بسازید. توانایی ساختن به نظر من خیلی اهمیت زیادی داره. پس خودتون رو برای ساختن آماده کنید توی این مسیر. هدفتون از مهاجرت چیه؟ تحصیلیه. پس دانشگاه ها رو بشناسید، بدونید کدوم دانشگاه میخواید برید، بدونید که برای داشتن یه رتبه خوب تو اون دانشگاه چه چیزایی لازمه که به دست بیارید، آدمایی که توی اون دانشگاه توی رتبه های خوب هستن پیدا کنید، باهاشون ارتباط برقرار کنید. پس نتورک، چجوری نتورک کنیم؟ زبان خوب میخواد که قبلا در موردش صحبت کردیم. هدفتون از مهاجرت چیه؟ آیا پاسپورته؟ آیا اقامته؟ پس حتما چک کنید چه شرایطی برای پاسپورت گرفتن اون کشور لازمه، چه شرایطی برای اقامت لازمه. هدفتون از مهاجرت اینه که یه کشور جدید برید، یه تجربه جدید داشته باشید، فرهنگ جدید ببینید، آدمای جدید داشته باشید. پس حتما راجع به فرهنگ و آدمای اون کشور یکم مطالعه داشته باشید. اینا چیزایی که قبل از مهاجرت کردن به نظر من میشه بهش فکر کرد، چیزایی که میشه آدم خودشو برای اونا آماده کنه. ولی چیا رو نمیشه آدم خودشو براشون آماده کنه؟ تقریبا بیشتر چیزهایی که بعد از مهاجرت آدم باهاش روبرو میشه به نظر من آدم نمیتونه باهاش خودشو براش آماده کنه. چه چیزایی؟ به نظرم بیاین اینا رو به دو دسته خوب و بد تقسیم کنیم، که اصلا نمیشه به نظر من بازم گذاشته همه چی رو توی یه کاتگوری خوب توی یه کاتگوری بد. ممکنه اون چیزی که برای من خوبه برای شما بد باشه و این بازم فرد به فرد متفاوته. ولی یا یکم خط بکشیم ببینیم چی میشه. به نظرم مثلا چیزای جدید، اتفاقای جدیدی که توی مهاجرت میفته و اتفاقای خوبی که توی مهاجرت میفته اینه که اگر که شما یه مهاجرت خوب داشته باشید، بهش میگم مهاجرت خوب، چون نه صرفا مهاجرت تحصیلیه فقط، نه صرفا مهاجرت کاریه. ممکنه که شما یه مهاجرت کاری خیلی موفق داشته باشید، ممکنه که مهاجرت تحصیلی خیلی موفق داشته باشید، در ادامهش باز هم کار خواهید کرد، بالاخره درس خوندن یه جا تموم میشه دیگه، بالاخره شما یه کاری شروع میکنید. پس مهاجرت موفق داشته باشید. در این شرایط میتونید بگید که احتمالاً شرایط اقتصادی خوبی خواهید داشت، یا الان یا بعداً. پس دستاورد شرایط اقتصادی خوب میتونه یکی از دستاوردهای خوب مهاجرت باشه. شرایط اجتماعی بهتر. البته راجع به این قضیه صحبت کنم، یه چیز نکته‌ای رو بگم که به نظرم خیلی مهمه که بررسی کنید ببینید برای داشتن شرایط اقتصادی خوب چه نیازمندی‌هایی وجود داره. اگه شما قراره یه امتحانی بدید، وقتی اومدین اینجا به فکرش نیفتیم که اگه امتحانی بدیم
خودتون آماده کنید برای نیازمندی های اون امتحانه. اگر که شما پزشکین باید یه دوره رو طی کنید، یه امتحانی بدید، خب بررسی کنید قبل از اومدنه، قبل از اومدن به یه کشور جدید ببینید که اون امتحانه چه نیازمندی هایی داره. زبان میخواد، علم جدیدی میخواد، کتابی میخواد، ریسورسی میخواد. بخونید قبلش، خودت از قبل شروع کنید. همیشه فرصت رو غنیمت بشمارید. شروع کنید، شروع کنید، استاپ نکنید. مهم همین شروع کردنه و تداومه. خیلی این مسئله مهم و بزرگیه توی زندگی. و از یه جایی به بعد میگی که اوکی، خب شرایط اقتصادی پس دستاورد خوبیه، حالا شرایط اجتماعی چی؟ به نظرم واقعا شرایط اجتماعی بسته به آدم هاست کاملا. اگر که شرایط اجتماعی رو این در نظر بگیریم که اوکی، یکی ممکنه تو ایران جونش در خطر باشه، یکی ممکنه که تو هر کشوری هستن نه فقط تو ایران، جونش در خطر باشه و برداره جونش رو بیاد پناهنده بشه، یا یکی میخواد بیاد اینجا و میگه که اوکی من اگر که هر کشوری که میرم با حجاب مسئله داشته باشه و من آدم محجبه‌ام، آیا اون شرایط اجتماعی برای من خوبه؟ اینا نیازمندی های دونستن قبل از اینا به نظر من دونستنش قبل از مهاجرت لازمه، واجبه، نمیدونم چه کلمه میشه براش استفاده کرد، ولی بایده. و پس شرایط اجتماعی میتونه به نسبت به آدم به آدم متفاوت باشه، ولی معمولا من حس میکنم که با توجه به چیزی که از آدم ها میپرسم، معمولا آدم ها حسشون مثبته. خب پاسپورت، اقامت، پاسپورت چی برامون میاره؟ یه اعتبار جدید برامون میاره که راحت‌تر میتونیم سفر کنیم، نگران ویزا نباشیم، نگران خیلی چیزا نباشیم، نگران کار نباشیم، نگران خیلی خیلی از موارد دیگه نباشیم. پس شرایط پاسپورت هم حتما بررسی کنید توی کشوری که میخواید برید. اینا به نظرم خوبیاه و میتونه حتی به نظر من اضافه بر این، فرهنگ جدید باشه، زبان جدید یاد گرفتن باشه، میتونه دنیاتون بزرگتر شدن باشه. برای خود من تجربه مهم مهاجرت بزرگتر شدن دنیام بود. خیلی چیزایی که فکر میکردم وای 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 وای، بعد اومدم دیدم نه و نه، وای 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 نیست، اتفاقا ساده است، صفر و یک نیست، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. یه چیزایی هم بود که میگفتم اوه حالا خیلی، ولی نه، اومدم دیدم نه، اینا خط قرمزه. دنیاتون بزرگ میشه، بهتر تشخیص میدین، بیشتر یاد میگیرید، تو دل طبیعت بیشتری میرید، با آدمای بیشتری، با فرهنگ بیشتری معاشرت میکنید، میبینید زندگی‌های مختلف چه شکلی میتونه باشه. و این میتونه از یک سایدی برای بعضی از آدم‌ها بدم باشه، متفاوته به نظر. ولی و خیلی اینا خیلی به نظرم نکات مثبت برای من، سفر کردن خیلی نکته مثبتی بود، فرصت جدید، فرصت شغلی جدید. اینکه خب متاسفانه مثلا توی ایران توی شغل ما همه چی داشت تحریم میشد، یعنی من هر روز صبح پام شدم یه ابزار دیگه تحریم شده بود و خیلی ترسناک شده بود برای من. خب من چیزی یاد نمیگرفتم، من رشد نمیکردم، من آدم رشد نکردن نیستم، من آدمی ام که امروزم باید یه چیزی اضافه تر از دیروزم داشته باشه. برای من این بایده، حتی شده من 10 دقیقه سعی میکنم یه چیز جدید یاد بگیرم امروز. برای من فرصت رشد مهمترینه تقریبا. پس به نظرم اینا میتونه اتفاقات خوب مهاجرت باشه. چه چیزایی بده؟ اتفاقات بعد مهاجرت، تجربه بعد مهاجرت، دوری. شما یه چیزایی رو جا گذاشتید دیگه، یه بهایی دادید بابت چیزای خوبی که بده، بابت احتمال شرایط اقتصادی و اجتماعی احتمالاً خوبی که به دست میارید، بابت فرصت‌های بیشتری که به دست میارید، فرهنگ جدید، پاسپورت و و و و تجربه‌های جدید، کشف جدید، سفرهای جدید، یه چیزایی بهای سنگینی هم دارید میدید. بهای سنگینتون جا گذاشتنه، جا گذاشتن خانواده‌تون، جا گذاشتن خاطراتتون. برای من جا گذاشتن خونه‌ای بود که من تازه 12 ماه بود چیده بودمش و برای من خیلی بود. من مهاجرت کلا برام کانسپت سختی بود، اینو بگم، ولی جا گذاشتن خیلی سنگینه. بس به نظرم بشینید بنویسید، دو دسته کنید، خوبیا و بدیا رو برای زندگی خودتون و اون نسخه‌ای که می‌خواید بپیچید خودتون برای خودتون بپیچید، ببینید که اینی که دارید جا می‌ذارید ارزشش رو داره یا نه. اگه شرایط اجتماعی خوبی دارید، شرایط
اقتصادی خوبی دارید، اگر که همه اعضای خانوادتون اونجا هم و یه چیزایی که باید توی زندگی داره، آیا باید مهاجرت کنید؟ نمیدونم، شاید بازم باید مهاجرت کنید، من نمیتونم بازم به کسی بگم، ولی دوری، سختی، جا گذاشتن، دوستایی که باهاشون خاطرات مشترک داشتید، تجربه‌های مشترک، خنده‌های مشترک، گریه‌های مشترک داشتید، دعواهای مشترک داشتید، همه رو دارید جا میذارید، پس بدونید دارید بابت چی بها میدید. به نظرم این مهمترینشه، به نظر من، یعنی بقیه چیزا اصلا خیلی کمتر از اینه که این یکیه. ولی دومین چیزی که به نظرم خیلی سخته ادغامه، ادغام با یه فرهنگ جدید، ادغام با دنیای جدید، اینکه اگر نتونید دوست پیدا کنید، اگر نتونید ارتباط برقرار کنید، اگر همه کارا اونطوری که براش برنامه ریختید پیش نره، اگه و اگه فقط مثلا از صبح تا شب یک کاری بکنید، درس بخونید، آخر هفته ها هم فقط با چند تا از بچه های ایرانی برید اون برون بر، خودتون برید این برون بر، اگه با دنیای جدید ادغام نشید چی؟ این یه مسئله دیگه است. و حتما این سوال از خودتون بپرسید که اگه نشم چی؟ و به نظرم بعدش از خودتون بپرسید چی کار کنم میشم؟ راهش چیه که بشم؟ مسئله سوم که تقریبا تجربه مشترک تمام آدمایی که من میبینم از مهاجرت اینه که حتی اگه شما با لول زبان خیلی انگلیسی خیلی خوب یا زبان آلمانی خیلی خوب برید توی یا زبان فرانسوی خیلی خوب برید کشورهای دیگه، که حالا مثلا اگر که با زبان انگلیسی خیلی خوب بیاید ایرلند یا برید آمریکا یا برید کانادا یا برید استرالیا، خودتون رو آماده کنید برای اینکه جلوی یه نیتیو اسپیکر شما هیچی نباشید. شما جلوی یک نیتیو اسپیکر از صبح تا شب فقط خسته میشید. یعنی این تجربه مشترک تمام آدم هاست با تافل و آیلتس و نمیدونم همه امتحان زبان ها و هر چی که بگم، این تجربه فرق داره. این تجربه روزمرگی شما برای ورود به یه دنیای جدید یه عالم اتفاق دیگه است. یعنی شما در رو باز میکنید، درخت روبروتون با هر روزتون فرق داره، در خیابون روبروتون با هر روزتون فرق داره، خونتون فرق داره، اینکه زباله ها رو چجوری تفکیک کنید، از خیابون میخواید رد چید کدوم بر نگاه کنم، میخواید بپیچید اول کدوم بر بپیچم. بعد این تجربه ساده هاش ایناست، یعنی میفتید توی یه لوپی که خب کار اداری رو از کجا شروع کنم، از کجا چجوری خونه بگم، خونه میخواید بگیرید پی پی اس نامبر میخواید و نامه بانک، نامه بانک میخواید بگیرید پی پی اس نامبر میخواید و محل اقامت. پس چی شد؟ توی یه لوپ بی نهایتی میفتید از کارهایی که اصلا نمیدونید از کجا شروع کنید. راجع به این قضیه باید صحبت کنیم، بعد از مهاجرت چی میشه اصلا، چه چیزایی، چه اتفاقایی میفته که باید خودمونو آماده کنیم براش، به نظرم چه اطلاعاتی باید داشته باشیم، از کجا این لوپ رو باید شروع کنیم بشکنیم. حتما راجع به این قضیه توی یه ویدئوی دیگه صحبت میکنیم، ولی خودتون رو آماده کنید برای اینکه شب که برمیگردید خونه از فکر کردن راجع به اینکه همزمان این کی بود، چی این چی گفت، این کی بود این چی گفت، خسته بشید. بچه‌ها یه تجربه که من داشتم دوست دارم الان بگم این بود که مثلا فقط این نیست که شما یه مکالمه روزمره دارید با آدم‌ها، اسما وارد میشن، اسما شما اسما رو نمیدونید، شما اسم این خیابون رو نمیدونید، شما اسم اون آدم رو نمیدونید، شما اسم این غذا رو نمیدونید، شما اسم این خوراکی رو نمیدونید و ممکنه تا مدت ها یاد نگیرید و اینا سخته، اینا قشنگ سخته، اینا طوریه که وقتی برمیگردید خونه شب احساس میکنید خسته شدم. بعد همه فکر میکنن که الان ما میریم خونه مثلا بازم با همسرمون، چرا با علی زبان انگلیسی صحبت میکنه؟ من انقدر در طول روز زبان دارم فکر میکنم و صحبت میکنم که اصلا دلم میخواد که استراحت کنم وقتی با علی صحبت میکنم. بس الان خیلی بهتر شد، الان نه، الان خیلی راحت تر. اوکی، اصلا بعد یه مدت خیلی کوتاه، خیلی به نظرم حالا 5-6 ماهه به نظرم خیلی بهتر میشه، روزای اول خیلی سخت تر. ولی خودتون رو برای این آماده کنید که همه چی سخت باشه، تو لوپای بیفتید که نمیدونید چی کارش کنید، کارهای اداری که نمیدونید چی کارش کنید، اتوبوسی که نمیدونید سوار چجوری، کجا چجوری باشه، همه چیز. و خودتون رو برای خیلی از سختی‌های آماده کنید که براش پلن نکرده بودید. مثل چی؟ مثل کرونا. خودتون رو برای این آماده کنید که تو شرایطی قرار بگیرید که مثل الان 17 ماه
مثلا 15 ماه کامل همه جا بسته بود، هنوزم بعد 17 ماه ما اجازه نداریم توی هیچ رستورانی بریم، توی هیچ کافه‌ای بریم، توی هیچ جا. خودتون رو برای این آماده کنید که تا 3 ماه 2 کیلومتر بیشتر نتونید برید و همه جا بسته باشه. خودتون رو برای این آماده کنید که اتفاقی ممکنه همه مرزها بسته بشه، ممکنه که بلیط ها از 600 تا بشه 3000 تا. خودتون رو برای خیلی از اتفاقایی آماده کنید که نمیتونید براش برنامه بریزید. این نتونستن برنامه ریختنه به نظر من پذیرش میخواد. خودتون رو برای پذیرفتن ناآگاهیتون آماده کنید. شاید این بهترین جمله‌ای باشه که بتونم بگم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، اول بدی‌ها رو میگم بعدن خوبی‌ها رو میگم. به نظرم خودتون رو آماده کنید برای چیزایی که اولش ممکنه بیشتر سخت باشه تا بعد به نظرم. مثل دوری که خب همیشه سخت خواهد بود احتمالاً، مثل ندونستن راجع به خیلی از مسائل که بالاخره یاد میگیرید، قرار نیست تا ابد ندونید، مثل اتفاقات از پیش تعیین نشده که بازم یاد میگیره، آدم یاد میگیره چجوری باهاش زندگی کنه. به نظر من هر بدی رو میشه یاد گرفت، هر سختی و تلخی رو میشه بالاخره یه راه حلی برای زندگی کردن براش پیدا کرد. و فرهنگ جدید ممکنه برای خیلی سخت باشه و زبان جدید و اتفاقای شرایطی که ممکنه اقتصادی کمتر بشید، ممکنه که تو جامعه خودتون بولتر باشید، بیاید اینجا کم رنگ تر بشید، ولی اینا برای اولش اگر تلاشتون متداوم باشه. ولی یه جنبندی هم راجع به خوبیاش بکنیم که به نظرم این دلیلیه که باعث شده که هزاران ایرانی که مهاجرت کردن برنگردن. تجربه بهتر، زندگی احتمالاً یه چیزهایی که داره توش که به اون چیزهایی که داره از جا گذاشته داره میارزه دیگه، مثل شرایط اجتماعی بهتر، شرایط اقتصادی بهتر، مثل سفر راحت‌تر، پاسپورت، اقامت، مثل فرصت‌های شغلی بیشتر، فرصت یادگیری بیشتر، فرصت رشد بیشتر، مثل آدم‌های نتورک جدیدتر، فرهنگ جدیدتر، غذاهای جدیدتر، خیلی چیزهایی که اصلا دنیای جدید، مثل بزرگ شدن دنیاتون. خودتون رو برای بزرگ شدن دنیاتون آماده کنید و مهاجرت کنید. و یادتون باشه که مهاجرت همیشه اگه پناهنده نشده باشید، تو کار حتی اگه پناهنده هم شده باشید راه برگشت داره. مهاجرت خوشبختانه میتونه حتی کوتاه مدت باشه، اگر سخت بود برمیگردید. فرصت تجربه کردن رو از خودتون نگیرید. به نظرم همیشه همونطور که قبلا هم گفتم، شما همیشه اونجا میتونید برگردید، ولی شاید همیشه فرصت تجربه کردن رو پیدا نکنید. بازم صحبت میکنیم راجع به این که چطور راحت تر اپلای کنیم، چیا بلد باشیم که اینجا راحت تر زندگی کنیم، چی خوبیای ایرلند چیه، شاید سختیاش چی باشه، روش زندگی، راجع به خیلی از چیزایی که براش یه عالمه پلن دارم بیشتر با هم صحبت میکنیم. راجع به خیلی از سوالایی که شما پرسیدین بیشتر صحبت میکنیم. اینم سوال شما بود، اینم سوالی بود که تقریبا واقعا هر روز یه تعداد زیادی آدم از من میپرسن که آیا راضی، آیا ما مهاجرت کنیم، آیا ما بیایم ایرلند. اینو شما میتونید جواب بدید. به همه چیزایی که گفتم فکر کنید و جواب همه رو برای خودتون بنویسید. دونه به دونه بگید که اگر اینو به پیش بیاد من چی کار میکنم. یه جمع‌بندی کنید خوبیا و بدیا، ببینید که چی به چی میارزه. امیدوارم که تجربه خوبی داشته باشید، چه از زندگیتون تو ایران، چه از زندگیتون تو هر جای دنیا. مهم اینه که حال دلتون خوب باشه و من امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ولی مهمتر اینه که ویدئوی ما رو اگر که دوست دارین با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر که فکر میکنید که میخواید مسیر رو راحت‌تر طی کنید، میخواید کنار هم رشد کنیم، حتما به دور همی ما بپیوندید، حتما سابسکرایب کنید، حتما ویدیوها رو لایک کنید و برگردید ویدیوهای دیگه که مسیر اپلای براتون راحت‌تر میکنه توی کانال ببینید. منتظر نظراتون هستم. اگه تجربه ای از مهاجرتتون دوست دارید به اشتراک بذارید، حتما توی کامنت ها بنویسید. ممنونم ازتون، حال دلتون خوب باشه.